هر شب ستاره‌ای به زمین میکشند و باز انبوه‌تر به بام فلک اختریم ما. گر میکشیم درد صبوری و خاموشیم، لیکن چو طبل صاعقه و تندریم ما. از بس که داغ و سوخته از آه سینه ایم، آتش فشانی از گدازه و از آذریم ما. سلام به ندای شهید که امروز جهانیان او را فرشته آزادی نام نهادند و میگویند که ندا مظهر بیشمارانی است که در سراسر ایران در راه آزادی جان می‌بازند و یا مجروح و اسیر می‌شوند. و سلام بر چشمان باز ندا که بسیاری وجدان‌های خفته و خاموش را شرمسار و بیدار کرد. بستگانش گفتند که او طرفدار کاندیداهای انتخابات رژیم ولایت فقیه نبود، بلکه خواهان آزادی برای مردم میهنش بود و بارها میگفت حتی اگر گلوله به قلبش اصابت کند باز در همین راه قدم برخواهد داشت. این گفته ندا زبان حال همه دختران و پسران و زنان و مردان از جان گذشته برای آزادی است که این روزها در تهران و شهرهای سراسر ایران به رویارویی با پاسداران خامنه‌ای برخواستند. تا امروز نزدیک به 200 نفر از این جوانان فداکار و مصمم بر اثر گلوله ها و یا دشنه های جانیان تحت امر خامنه‌ای جان باختند، البته همراه با هزاران مجروح و هزاران اسیر. و اکنون ما در اینجا جمع شده ایم تا همراه با سایر هموطنانمان در سراسر ایران و جهان شب هفته ندای شهید و یاد و خاطره سایر شهدای این قیام رو گرامی بداریم. خامنه ای با یک ردیف دشخیم و دشنه به دست کسانی مانند مرتضوی، شریعت مداری و جعفری به جنگ با آزادی اومده و مردم ایران با ندا و نداهایشان، یعنی گلهای سرخ جامعه ایران و تاریخ ایران، به مقاومت و پایداری برخواستند و تردیدی نیست که همین گلهای سرخ و همین فرشته های آزادی و بیشمار اشرفی ها و اشرف نشان ها هستند که سرانجام پیروز می شوند و پیروزی را برای مردم ایران برمغان می آورند. این حکم تاریخ و منطق آزادی و مشیت خداست. شاید شنیده باشید که کاندیداهای یا یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در حال حاضر یکی از سناتورهای آمریکایی است گفته که ندا با چشم باز جان باخت و شرم بر ما که با چشمهای بسته زندگی میکنیم. امیدواریم که چنین اذعانها و صداهایی در جهان غرب هرچه بیشتر شود و تراژدی بستن چشمها به این همه شقاوت فاشیزم مذهبی، اون هم علیه مردم ایران و سراسر مردم منطقه، خاتمه یابد. بگذارید سوال کنم، اون هم از دولت‌هایی که در بحبوحه کشتار جوانان ایران در خیابون‌ها از استمالت از آدمکشان حاکم هنوز دل نمی‌کنند، از کسانی که گفتگو با این رژیم رو تصمیم استراتژیک خود معرفی می کنند. بله، باید از اونها پرسید که راستی چقدر باید در خیابانهای تهران و سایر شهرهای ایران و شکنجگاه ها خون ریخته شود تا وجدانهای خفته شما بیدار گردد. اما بدانید که عهدی که ما مشادگران هر خطا و خیانتی
علیه مردم ایران مرتکب شوند و ده ها سال بعد معذرت خواهی کنند، بله اون عهد سپری شده و اون دوران به سر آمده. مردم ایران و مقاومتشون آنها را وادار به کنار گذاشتن این سیاست عقب مانده می کنند و خواهند کرد. بله ما خواهان حمایت دولت‌های غربی از ابطال انتخابات هستیم. ما خواهان برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل متحد و همچنین ارجاع پرونده تروریسم و نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت هستیم. و باید اضافه کنم که طوفان قیام‌های ده روز گذشته اوضاع ایران را از یک نقطه عطف سرنوشت ساز عبور داده و برگشت ناپذیر است. اعم از این که خامنه‌ای به سرکوب بیشتر رو بیاورد یا به هر تقلا و دسیسه‌ای دست بزند، در هر حال نه دیگر رژیم حاکم میتواند بی‌ثباتی خود را چاره جویی کند، نه جوشش جامعه ایران برای کسب آزادی فروکش خواهد کرد. هرگز. زمین و زمان به زیان ولایت فقیه خوناشام به حرکت در آمده است و دیگر اوضاع به عقب باز نخواهد گشت، زیرا زنان و جوانان شجاع ایران که به خیابانها آمده اند تا به دست آوردن آزادی از پا نخواهند نشست، زیرا مقاومت اوج یافته جامعه ایران دیگر یک حکومت مرتجع صفاک را نخواهد پذیرفت. و عموم هموطنانم را فرا می‌خوانم که فعالانه در این شرایط به قیام کنندگان کمک رسانند و به یاری آنها برخیزند. مفهوم خون ندا و همه خونهای پرارزشی که در این ده روز توسط خامنه‌ای و دشخیمانش بر زمین ریخته شد این است که جامعه ایران آمادگی عظیمی برای تغییر دموکراتیک دارد. این است که می‌بینیم، یعنی جامعه ایران دیگر حاضر به پذیرش رژیم ولایت فقیه نیست و دیر یا زود این رژیم را جارو خواهد کرد. بله مفهوم خونهای پاک و این همه فداکاری و جانفشانی این است که رژیم ولایت فقیه به طور قطع و یقین رفتنی است و این مقاومت و قیام مردم ایران است که سرنوشت و آزادی و آینده را می سازد. بنابراین مجدداً به روح همه شهدای این قیام و به خصوص سمبل آنها ندا درود می‌فرستیم و به امید پیروزی مردم ایران با این همه فداکاری درود بر ندای شهید. سلام بر شهیدان، زنده باد آزادی.